امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من امروز براتون آموزش مایونز رو دارم، یه ویدئوی سریع و کوتاه ولی خیلی به درد بخور. با این روش شما در کمتر از حتی یک دقیقه میتونید برای خودتون مایونز درست بکنید. خیلی خوشمزه است و مطمئن. فقط باید یادتون باشه این مایونزی که من دارم درست میکنم نمیتونین بیشتر از یک هفته نگهداری کنین، چون مواد نگهدارنده نداره، ولی خب از نظر طعم و مزه واقعا عالی میشه و هر وقت دلتون بخواد مایونز داشته باشین توی خونه میتونین خیلی راحت تهیهش کنین. اولین چیزی که لازم داریم روغن هست. من اینجا روغن آفتابگردان دارم که البته هیچ طعمی هم نداره. شما میتونید از روغن کنولا یا هر روغن خوراکی دیگه استفاده بکنین، میتونید از روغن زیتون استفاده بکنین، ولی بهتر روغن زیتون بیبو بریزین. روغن زیتون بودار من خودم نمیپسندم. یا میتونین یکم نصف به نصف بکنین روغن زیتون با یه روغن دیگه. به هر حال خردلی هم که من استفاده میکنم همین خردل زردی هستش که توی ساندویچ همون ما استفاده میکنیم، ولی میتونین خردل دیگه ای هر طور که دلتون میخواد استفاده بکنین، مثل دیجان ماسترد و این چیزا. حتما باید یه ظرفی داشته باشین که این توش جا بشه و بلند باشه. خب اولین کاری که میکنیم روغنمون هستش که میریزیم، بعد تخم مرغ رو اضافه میکنیم. از بالا اضافه نکنین، همینطوری یواش میندازیم. بعد من حدود یه قاشق سرکه سفید دارم، میخوام البته این قاشق چایخوریه، من اجازه بدیم بگم چقدر میرسم. سه قاشق و نیم، یه قاشق غذاخوری میشه یکم بیشتر سرکه سفید میریزم. نمک رو باید مواظب باشین زیاد نریزین، یک چهارم قاشق چایخوری هم من نمک اضافه میکنم. خردل هم من همین نصف یک قاشق چایخوری یا 5 میلی‌لیتر اضافه میکنم و به نظر من کافی هستش. باز شما میتونین مزه کنین اگه دوست نداشتین و مطابق میلتون اینا رو کم و زیاد بکنید. خب کاری که من میخوام بکنم، این دستگاه رو میذارم، سعی میکنم تخم مرغ درست زیرش بره. اینو قشنگ میچسبونی به ته ظرف. بعد شروع میکنیم 6 تا 7 ثانیه با سرعت زیاد اینو روشن میکنیم، همونجا نگه میداریم. بعد 6 تا 7 ثانیه یا تا 10 ثانیه اینو یواش یواش میاریم بالا. مایونزمون تموم شد به همین راحتی. میتونیم یکم مزه کنیم ببینیم که چطور هستش. برای من همه چیزش عالیه. بهتر که اینو توی یه ظرف دربسته محکم ببندین و توی یخچال نگهداری کنیم. همونطور که گفتم لطفا بیشتر از یک هفته نگهداری نکنین، چون مواد نگهدارنده نداره. من اینو میریزم توی ظرف و دوباره میام. خب ما برگشتیم با مایونز آماده شدمون که خیلی خوشمزه هست و خیلی دیدید که آسونه تهیهش. امیدوارم که توی کارهای روزمره‌تون واقعا کمکتون باشه که دیگه برای خرید مایونز یه دفعه مجبور نباشین که از خونه بریم بیرون. خیلی واقعا خیلی خوشمزه است. امتحانش بکنین، حتما مشتریش میشین. خب برای امروز برنامه ما همین بود و تا یه برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.